آخرین لحظات قهرمان خلق علی صارمی پیش از اعدام و خاطراتی از دلاوری های این شهید سرفراز. یکی از شاهدان صحنه اعدام مجاهد قهرمان علی صارمی. صبح زود دنبال علی آقا رفتند که او را برای اعدام ببرند. گفت میخواهم نماز بخوانم. برایش مهر آوردند. گفت من مهر شما را نمیخواهم، همین جا روی زمین نماز میخوانم، و مهر را نگرفت. میخواستند چشمانش را ببندند. گفت چشمانم را نبندید، میخواهم با چشمان باز بروم، میخواهم خودم نظارگر صحنه و اعمال شما باشم. علی سپس شهادتین و سه بار یا حسین یا حسین یا حسین گفت. همسر علی صارمی. روز دوشنبه که به ملاقاتش رفتیم، تلفن کابین خراب بود و قطع و وصل می شد. دخترم زینب گفت بابا یک بار دیگر ملاقات بگیر، که پدرش گفت من از اینها هیچ وقت چیزی طلب نمی کنم، از جنایتکاران هیچ تقاضایی نمی کنم. فعالیت‌های جوانان انقلابی تبریز در اعتراض به اعدام جنایتکارانه قهرمان خلق علی صارمی به دست دشخیمان خامنه‌ای. گرامی داشت شهید قهرمان علی صارمی، برجسته ترین زندانی سیاسی مقاوم ایران، توسط جوانان انقلابی سنندج. همونطوری که ملاحظه می کنید ما امشب تسوگ عزیزی، تسوگ یک شهید، در سوی نهاد مقاومت و ایستادگی مردم ایران نشسته ایم و امیدواریم که روزی برسد در این کشور، در ایران جاودان ما، هیچ گلی پرپر نشود و شاهد هیچ اعدامی نباشیم. حراس رژیم از واکنش مردم در پی اعدام جنایتکارانه قهرمان مجاهد خلق علی صارمی. دیکتاتوری ضد بشری آخوندی در وحشت از واکنش‌های مردم به خاطر اعدام جنایتکارانه قهرمان خلق علی صارمی، هر گونه رفت و آمد و تجمع در منزل این شهید سرفراز را ممنوع اعلام کرده و همسرش را تهدید کرد که در غیر این صورت وی را به 10 سال حبس در تبعید محکوم خواهد کرد. ماموران وزارت بدنام اطلاعات در حراس از تأثیرات خون به ناحق ریخته شده مجاهد قهرمان علی صارمی، عکس‌های او را که روی دیوار کنار در منزلش نصب شده بود پاره کردند و خانواده‌اش را تهدید کردند
در صورتی که صدایشان به بیرون برسد در خانه را بسته و از هر گونه رفت و آمدی جلوگیری می کنند. دشخیمان همچنین برای ایجاد مانع و اذیت و آزار کسانی که قصد حضور در منزل این شهید را دارند پلاک را کندند. صبح روز اعدام مجاهد قهرمان علی صارمی، دشخیمان وقتی همسرش را دستگیر می کنند حکمی مبنی بر 10 سال زندان در تبعید از طرف دشخیم صلواتی قاضی جنایتکار رژیم در مقابل او گذاشته و می گویند در صورتی که سر و صدا ایجاد کند این حکم را به اجرا گذاشته خواهد شد. گزارش دیگری حاکی است در همین روز پویا دختر مجاهد شهید علی صارمی که در لحظات اعدام پدر قهرمانش به خاطر فیلم برداری از تجمع مردم در مقابل زندان اوین دستگیر شده بود توسط مزدوران رژیم تهدید شد که در صورت تکرار این کار دستگیر خواهد شد. وی در مورد علت فیلم برداری گفته بود میخواستم بدانم که کجا و چگونه پدرم را از من گرفتند.